هندی هستم شروع کردم به حرف زدن. زن گفت مرده شوخ هیکل این هندی بارو ببر. من در حالی که دندانهایش را به هم می‌فشرد بلند گفت متنفرم از ایشان. زن دیدی پررو از بس حرف می‌زنه مونده بود کجا بشینه. من فکر نمی کنم آشغال هندی باشه، هندی ها یه بویی میدن. زن چه فرق میکنه، از بس فلفل خوردن مخشون تکون خورده. مرد تو بیسکویت هاشون هم فلفل میریزن. قطار به ایستگاه گرندویل رسید. تک و توکی پیاده و عده بیشتری سوار شدند. فشار جمعیت ایستاده عده‌ای را به سمت مان روانه کرد. زن فیلیپینی که لباسی مختصر به تن داشت درست کنار من ایستاد. قطار که حرکت کرد صحبت ها شروع شد. زن چینی. مرد نه، چینی ها تیزی چششون بالاییه، این اصلا تیزی نداره، از کلفت های فیلیپینی. اوه راست میگی، آره اینجا هم برای همون کارا میان. در ایستگاه استانیا تعداد زیادی از جمله زن فیلیپینی پیاده شد. دو تا دختر کره‌ای سوار شد. چیزی آنها را از داخل ایستگاه به خنده انداخته بود. هنوز قادر نبودن به خندهشان تسلط پیدا کنند. صدای قهقه و بلند بلند حرف زدنشان توجه همه را جلب کرده بود. اینا از دخترای کرمکی ژاپنی هستند. مرد شور. اینا همینا با آفتاب لنگای شوهراشون رو میشورن که شما مردا میمیرین برای زنای ژاپنی. مرد ساکت شد. اخگ دلخوش قهد قهدی آنها تا ایستگاه مین ادامه پیدا کرد. بازار چینی ها که چسبیده به این ایستگاه تعطیل شده بود. در یک آن قطار پرشد. جای سوزن انداختن نبود. سپیدی مو و چین و چروک صورت یکی از آنها شرمنده هم کرد. بلند شدم و مجبور شدم کنار صندلی هموطنانم بیستم. قطار که را افتاد خانم گفت پناه بر خدا، یک بوی گند روغن بادامی میده که آرام خفه میشود. آقا آهسته سرش را به طرفم آورد و بو کشید، اما ادعا کرد که بویی متوجه نمیشه. زن که دماغش را گرفته بود معتقد بود که دماغ مرد بر اثر سرماخوردگی گرفته. مرد با اشاره به مسافران گفت اینا را چرا توی مملکت راه میدن؟ برن همونجا تخمان گندیده و سگ و گربهشون رو بخورن. به ایستگاه نیو وست که من پیاده میشدم رسیدیم. آنها هم قصد پیاده شدن داشتن. در کوپه که باز شد خودم را عقب کشیدم و به فارسی گفتم بفرمایید، بعد از شما. به من نگاهی کردند، لبخندی زدند. در حال بیرون رفتن مرد به زن گفت میبینی ادب ایرانی رو آدم هست